سلام. توی درس سمیناری که با دانشجوهای کارشناسی ارشد اغلب داریم، یه موضوعات مختلفی رو در کنار روش ارائه و پرزنتیشن و اینجور چیزها هم به بچه ها میگیم. نحوه نوشتن سی بی، یه مقدار بادی لنگویج و چیزهای مختلف راجع به اس او پی نوشتن و چیزهای دیگه. و بعضا دانشجو از ما میخوان که براشون بنویسیم که حالا وقت گیره، یا اینکه می نویسن میارن ادیت کنیم. به هر حال برای اپلای کردن و کارهای مختلف استفاده میکنن و ما هم تا جایی که تونستیم وقت گذاشتیم. ولی دوستام توی مؤسسه ذهن زیبای خوارزمی پیشنهاد دادن که این ویدئو رو تهیه کنیم، در اختیارشون بذاریم و به این ترتیب یه آموزشی از اون چیزایی که میدونیم به بچه ها بدیم که بتونن رزومه رو خوب بنویسن و بعدا احتمالاً زحمت‌های ادیت کردنش کمتر بشه. به همین دلیل تصمیم گرفتم که نحوه نوشتن یک سی وی خوب رو خدمتتون اینجا بگم و در اختیار این مؤسسه قرار بدم. اول از همه بگم که سی وی با رزومه فرق داره. گاهن شما یا اغلب میشه گفت شما اون رو با هم یکی میدونید و به جای هم حتی استفاده میکنید. سی وی مخصوص کارهای آکادمیک هست، کریکلیوم ویتای، و رزومه مخصوص مشاغل، جاب پیدا کردن، به هر حال شغلی. یه مقدار متفاوتن اگرچه خیلی چیزاشون هم شبیه. من اینجا راجع به سی وی دارم صحبت میکنم چون بیشتر دانشجوهای من میخوان اپلای کنن، حالا از ارشد به دکترا. ولی خب این چیزی هم که دارم میگم کلیه، یعنی همه میتونن استفاده کنن برای هر مقصد دانشگاهی. در واقع سی وی اونقدر مهم هست که حالا نمیتونم خیلی سریع این رو بگم، فقط بهتون بگم که وقتی سی وی رو بد مینویسین قطعا ریجکت میشین. یعنی سی وی جز و اولین مدارکی که بررسی میشه و با سی وی خیلی ها رو میذارن کنار، اصلا دعوت نمی کنن به مراحل بعدی، نمیدین تو شورت لیست، دعوت به مصاحبه نمیشین و به راحتی میذارن کنار. به همین دلیل باید یه سی وی خیلی خوب بنویسید. ولی وقتی خوب بود سی ویتون، تازه میرین مراحل بعدی و خب اونجا هم دیگه انشالله قابلیتاتون رو بتونین نشون بدین. ولی اگه سی ویتون رو سرسری بگیرید و با ایراد بنویسید و یا ناشیانه، بلافاصله حتی اگه قابلیت‌های دیگه ای داشته باشین کنار گذاشته میشین. به همین دلیل سی وی رو خیلی جدی بگیرید و انشالله که خیلی سی وی خوبی بنویسید. من سعی میکنم تو این ویدئو اول یه سری نکات خیلی کلی بگم راجع به سی وی و بعدش مرحله به مرحله یک سی وی رو، یک نمونه سی وی رو با هم دیگه تولید کنیم، بند به بند بگم که چی بنویسین و چی ننویسین و حتی ترتیبشون رو هم بگم. ترتیبشون توی سی وی و رزومه بیشترین تفاوت تو همین ترتیبه و اون چیزایی که میخواییم بولد باشه بیشتر باید بیاد اول، که حالا دیگه چون ما به رزومه نمیپردازیم زیاد مهم نیستن. ضمناً توصیه میکنم که حتما سی وی های مختلفی رو دانلود کنید و ببینید و از توی اونا یاد بگیرید که شما چطوری بنویسید. سعی کنید که فونت ها خیلی درشت و خیلی ریز و اینا نباشه، رسمی باشه، با اندازه مثلا فونت 11-12 خوبه. علاوه بر اون سعی کنید که سی وی تون توی صفحات پر باشه، یعنی مثلا صفحه 1 رو ناقص نذارین برین صفحه 2 شروع کنید، یا صفحه 2 ناقص مونده باشن و تا نصفه پره برین صفحه 3. حتی صفحه آخر رو هم سعی کنید پرش کنید، صفحه آخرتون هم سعی کنید طوری بنویسین که پر دیده بشه. این خیلی شکیله. کل صفحاتش هم 2 صفحه خیلی خوبه، ولی میتونه 1 صفحه، 2 صفحه، 3 تا 4 صفحه میتونه باشه، ولی 2 صفحه خیلی خوبه. نکته بعدی هم باز میشه راجع به سی وی گفت که اینکه اغراق نکنید، زیاد بعضی چیزها رو قلوف نکنید. مثلا دانشجوی کارشناسی برداره 20 تا پیپر، 60 تا پیپر بنویسه که من اینقدر پیپر دارم. اونی که داره داوری میکنه، ارزیابی میکنه، همونجا یه شک برش میداره، یک چیزی میگه، یه جای کار میلنگه، میره پیپراتون رو پیدا میکنه، میبینه مثلا توی روزنامه یا جای خاصی دادید یا همش توی جای خاصی که آشناتون بوده. به هر حال همه اینا منفیه. بهترین حالت خودتون رو نشون بدین تو سی وی، ولی دروغ ننویسید، خیلی اغراق نکنید.
و چیزای عجیب غریب ننویسین که داور یا اونی که داره بررسی میکنه حساس بشه و یه دید بدی نسبت به شما پیدا کنه. نکته دیگه ای که خیلی مهمه نوشتن CV اینه که سعی کنید که کل CV یه یک پارچگی داشته باشه. اینو از اون نظر دقت کنید که مثلا مشاغلی که داشتید یا رشته های تخصصی که خوندید یا مداری که دارین ارائه میدید، پیپرهایی که دارین ارائه میدید همشون توی راستا باشن. نشون بده که شما یه آدمی بودید که یه خط علمی ثابتی رو گرفتین و دارین پیش میرید. اصلا خوب نیست که تو CV دیده بشه شما 2 سال راجع به یه چیزی خوندین، کامپیوتر خوندین، بعد 3 سال اومدین رفتین توی بخش دیگه ای مطالعاتی کردین، یه چیزی نوشتین یا یه آموزشی دیدین، دوباره اومدین رفتین یه فیلد دیگه. سعی کنید CV شما رو نشون بده که یه آدم ثابت قدمی بودید و یه مسیر خیلی درست علمی رو پیش رفتید. نکته دیگه هم اینه که توی نوشتن CV شما سعی کنید که overqualified نشون داده نشید. یعنی برای اونجایی که میخواین اپلای کنید آدم مناسب همونجا باشید، خیلی بزرگتر از اون نباشید، خیلی قابلیتاتون بیشتر از اونجا نباشه. مثلا اگه فرض کنید یک جایی، اینو البته بیشتر تو مشاغل میگم ولی اینجا هم همینجوریه، برای یک جایی میخواین برین که نمیدونم لیسانس کامپیوتر میخواین برید و خودتون یه فوق لیسانس کامپیوتر دارید یا برق دارید، این همینجوری نشون میده که شما تو اون لیسانس کامپیوتر که دارین اپلای میکنید ماندگار نیستید. یعنی مشخصه که هدف دیگه ای دارید، دارین برای یه چیز دیگه میایین، احتمالا برای مهاجرت دارین میرین و اونا شما رو نمیپذیرن. کلن خودتون رو یه جوری نشون ندین که اوور کوالیفاید هستین برای اون پوزیشنی که میخواین اپلای کنید. یک ایراد بسیار بزرگ تو نوشتن CV اینه که بچه ها بعضا ایرادات دیکته‌ای و گرامری دارن. این افتضاحه. این نشون میده که شما همین رزومه‌ای که براتون باید بسیار مهم باشه، ویترین شماست، تو نوشتن همین سرسری بودید، یعنی اصلا جدی نگرفتید. بنابراین به هیچ عنوان نباید اجازه بدید که اشکالی، ایرادی از نظر دیکته و نگارش و گرامر توش وجود داشته باشه. سایت هم خیلی مهمه. وقتی برای خودتون بتونید یه سایتی داشته باشید، همه اون چیزایی که مجبورید اینجا خلاصه بنویسید و میگیم CV رو خیلی طولانی ننویسید، اونجا میتونید به راحتی بیشترش کنید. اونجا میتونید عکس بذارید از ورکشاپ هایی که رفتین، ارائه اگه دادین با آدمای سرشناسی تو این فیلد اگه بودید میتونید عکس بگیرید بذارید، گواهی نامه هاتون رو بذارید، پروژه هاتون رو یه خلاصه اونجا بنویسید. خیلی کارا میتونید رو سایت بکنید، تو هوم پیجتون بکنید و اونجا یه لینکی بذارید که اگه بیشتر خواستن راجع به شما بدونن برن راجع به شما از اونجا تحقیق. نکته بعدی هم این که شما بعضی وقتا از ما میپرسید، میگید که مثلا من بنویسم که ورد بلدم، اکسل بلدم یا ننویسم. خب من به شما باید بگم اگه شما چیزای مهمتر بلدید، اگه نرم افزارهای خاصی، دوره های خاصی و چیزای خیلی حرفه‌ای خوبی بلدید، اونا رو بنویسید. دیگه نمیخواد اینجور چیزای ریز و ساده رو بنویسید. مثلا کار با اینترنت بلدم رو نباید بنویسید، اینا خیلی کم ارزشه. ولی اگه اونجور چیزا رو ندارید، واقعا دستتون خیلی خالیه، اگه مدارک و دوره های آموزشی خوبی خاصی نگذروندید، اشکال نداره، اون وقت میتونید همین دوره های معمولی و اینترنت و ورد و اکسل و اینجور چیزا رو بنویسید. و آخرین نکته و میشه گفت شاید مهمترین نکته از این نکات کلی البته، و بعد میریم انشاءالله سراغ نحوه نوشتن رزومه یا CV، من خودم هم اشتباه گفتم ولی CV. خب آخرین نکته از این نکاتی که میخواستم بگم اینه که علاوه بر این که شما یه CV کلی یک بار مینویسید برای خودتون داشته باشید، اونو کاری ندارم، اون جداست، بعضی جا ممکنه به دردتون بخوره، ولی به جز اون شما CVتون رو به ازای هر اپلای برای هر کس خاصی، هر شخص خاصی، هر دانشگاه خاصی یه بار بازبینی کنید، یه بار ترتیب ها رو چک کنید، بعضی درس ها رو ممکنه بخواید حذف کنید، اضافه کنید. یعنی فله ای اپلای نکنید، یعنی یک CV رو برای همه جا نفرستید،
هر جا میخواین اپلای کنید میرید میبینید، میبینید اون آدمی که میخواین باش کار کنید دارین درخواست میدید اون چه درسایی، چه فیلدی، چه کارایی میکنه. یه بار برین سایتشو ببینید، آخرین پیپراشو ببینید، سالهای اخیرشو ببینید، درسایی که تدریس میکنه تو دانشگاه رو ببینید و بعد بیاین رزومه سی وی خودتون رو طبق همون یه مقدار بازبینی کنید. حالا نمیخواد دروغ بگید، نمیخواد چیزایی که دقیقا اون داره شما پاس نکردید بذارین اونجا بگین من پاس کردم، گذروندم این درس رو. نه، منظورمون این نیست. ولی به هر حال ممکنه که حتی حذف یکی از این گزینه‌هایی که اول نوشته بودی باعث بشه که اون گزینه دوم که فیلد طرف مقابله پررنگ‌تر دیده بشه و نظرش رو جلب کنه. این نکته خیلی مهمه و بجز این نتیجه نمیگیرید. حتما سی وی رو برای هر جایی که میخواین اپلای کنین کاستومایز کنید و بازبینی کنید و طبق همون اپلایتون سی وی جدیدتون رو بفرستید. خب میرسیم به اونجایی که میخواییم یه دونه سی وی تولید کنیم. اولین بخش از اطلاعات سی وی یعنی تو همون صفحات اولش، صفحه اولش چیزی که مهمتر از هم است و به همین ترتیب میره پایین. یعنی اطلاعات بعدی طبق اولویت اینه که شما میخواین دیده بشه. اول از همه مشخصات کلیه، پرسونال اینفورمیشن یا کانتکت اینفورمیشن با این عناوین دیده میشه. توصیه میشه که بهتر قسمت کمی مثل اسم مثلا، اسمتون و اینا رو تو هدر فایلتون بذارید که تو بقیه صفحات هم دیده بشه. خب اینجا طبیعتاً شما چند تا رزومه یا سی وی دیده باشین تو هر دوتا حالتش میبینید که دیگران چیا نوشتن. اسمتون رو میبینید، باید بنویسید، ایمیل بنویسید، تلفن، آدرس هومپیج اگه دارید، اگه ندارید توصیه میکنیم بسازید، باز اگه نشد حالا خیلی مهم نیست، و اطلاعات کلیتون رو مینویسید. ممکن از من بخواید بپرسین که آیا بنویسم نیم دو نقطه اسمم یا نه مستقیم اسمم بنویسم. اینا متنوعه، تو دانشگاه ها تو کشورهای مختلفی کم رسم و رسوم خودشو داره. مثلا تو فرانسه اسم کوچیک رو با حرف بزرگ شروع میکنن ولی بقیه رو کوچیک مینویسن، ولی بقیه رو یعنی نام خانوادگی رو کلا با حروف بزرگ مینویسن، دیگه هم نمینویسن نیم دو نقطه، بعضی جا مینویسن. اینا رو میتونید از این مدل ها پیدا کنید و نمونه ها و شما هم مثل اونا بنویسید. سعی کنید که اونجا آدرس های مختلفی بدید که مرتبط باشه با این کار علمیتون. خیلی خوبه که تو لینکدین لینکتون رو بدارین، یعنی اونجا صفحه داشته باشین و لینکش رو اینجا بذارین. تو گوگل اسکالر مثلا برین حتما آیدیتون رو فعال کنید اگه میتونید، چون اونجا باید اکتیویت کنید و الا دیده نمیشه، دیگران نمیتونن شما رو ببینن. و اگه مقاله داشتین سعی کنید که راهاشو یاد بگیرید، تو گوگل اسکالر شما رو نشون بده کسی اگه شما رو سرچ کرد. خیلی مهمه این موارد. دوباره یه سوالی دادید از ما گاهن که عکس بذارم یا نه. حالا من اینو جوابشو کلی تر از این میدم. دو مدل سی وی نوشتن داریم، بهش میگن سبک آمریکایی و سبک اروپایی. توی سبک آمریکایی خیلی رسمی تره و عکس اصلا نمیذارن، فونت و رنگ و چیزای گرافیکی استفاده نمی کنن و خیلی چیزا رو نمی نویسن، نمیدونم جنسیت، رنگ پوست، نمیدونم نژاد، خیلی چیزا رو نمی نویسن. ولی توی اروپایی، سبک اروپایی بیشتر اینا رو، نه همه چیو میشه نوشت و به خصوص عکس رو میشه استفاده کرد. بنابراین شما باید تصمیم بگیرید طبق کدوم سبک بنویسید. بیشتر بچه‌ها بر کجا دارین اپلای میکنید میدونید، طبق اون بنویسید. مثلا برای آمریکا خب اونجوری بنویسید، برای اروپا اینوری. مثلا کانادا رو باید میپرسن، تو کانادا باز نذارید بهتره، ولی بذارید هم اشکال نداره اونجوری که من دیدم تا حالا. عکسی هم که میخواییم بذارید سعی کنید دیگه مثلا عکس دوچرخه سواریتون رو نذارید یا عکس خیلی حالت غیر رسمی نذارید، یه عکس تمام رخ بذارید، یه عکسی با لباس نسبتا رسمی، اونجوری که اگه مثلا اونجا بودید، تو همون کشور بودید، می‌خواستید برید سر کار، یه همچی چیزی، یا یه لبخندی، یک
صورت پر انرژی، اینا مهمه. یا نذارید یا وقتی میذارید به اینا دقت کنید، چون همین صفحه اینفورمیشن، همین صفحه اول قراره که به اون داور ایده اینو رو بده که ادامه بده صفحات بعد رو ببینه یا نبینه. به همین دلیل باید شما همینجا حرفه‌ای رفتار کنید و اگرم عکس میذارید عکس اینجوری بذارید، یا عکس تمام رخ خوب با یه لبخند معمولی، با یه لباس معمولی که صورتتون کامل و واضح و بزرگ دیده بشه. باز یه گوشه نباشه که تمام قد وایساده باشین مثلا قدتون رو بخواید نشون بدین، یا تو کوه و دشت باشین. بخش بعدی، یعنی بخش دوم، میشه آموزش یا ایژوکیشن، جایی که تحصیل کردید. اینا رو بنویسید، لطفاً از آخری بنویسید، یعنی از جدیدترین بنویسید. مثلا لیسانستون رو بنویسید، بعد اگه کاردانی خواستی بنویسید، یا نبود مثلا دیگه هیچی. از دوره دبیرستان چیزی نمیخواد بنویسید، مگه بخواید برای کالج مثلا اپلای کنید، اونور آره اون وقت میشه که دبیرستانتون رو بنویسید، و الا نیازی نیست راجع به دبیرستان چیزی بنویسید. از لیسانس بنویسید، از فوق لیسانس اگه دارین بنویسید، و از جدید به قدیم، قدیمی ها رو ته بنویسید. راجع به هر کدومشون اطلاعات بیشتری دارید، مثلا اگه پایان نامه ای داشتین بنویسید، اگه معدلی داشتین، اگه یا سیستم نمره دهیتون مثلا از 20 نمره اگه تبدیل نکردید، یه اطلاعاتی سعی کنید بدید همینجا بهشون راجع به آموزش. اگه تو همین آموزش افتخاری، جایزه‌ای، چیز خاصی هم داشتین، اینجا میتونید بنویسین. یه بخش دیگه هست جلوتر خواهیم گفت، اونجا میتونید بنویسین، یا شاید حالا هر دو جا میشه نوشت. توی اینجا برای بچه های ایران یه نکته ای هستش که مثبته، اون رو بگم خدمتتون. بعضی ها می نویسن، بعضی ها اصلا حواسشون نیست، این که تحصیل رایگان تو دانشگاه دولتی اگه داشتید، مثلا تو لیسانس، اینو میتونید به عنوان یک نکته خیلی مثبت بزرگ اینجا بنویسید. چون درسته اینجا عادیه، کنکور میدی و میدی دانشگاه، پولی هم پرداخت نمی کنی. همه همین جوری هن، اغلب همین جوری هن. ولی این تو کشورهای دیگه اغلب یک امتیاز بزرگی محسوب میشه. در واقع میشید تویشن ویبر، حالتی که معافید از پرداخت شهریه. میتونید این رو یه ذره بولد کنید و اونجا اونی که داره داوری میکنه خب یه ارج و قرب بهتری بهتون میده. به جز اون دیگه عرض کردم که راجع به دبیرستان و قبل از اون هم نمیخواد چیزی بنویسید. توی سومین بخش سی وی میرسیم به سلکتد کورسز، دروس منتخبی که شما گذروندین. اینجا یکی از همون جاهایی که میگم بهتره ببینید کجا اپلای میکنید و کاستومایز کنید طبق سلیقه اونا، طبق خواست اونا باشه. علاوه بر اینکه درسایی رو، همه درس ها رو که نمی نویسیم، 20 تا درس نمی نویسیم، مثلا 5 تا، 7 تا، 8 تا، یه تعداد درس مهمی رو می نویسیم که من اینا رو گذروندم. هم انتخاب این درس ها مهمه برای اون جای خاصی که اپلای می کنید، هم ترتیبشون که شما می نویسید. پس سومین قسمت از سی وی تون می تونه این باشه. بخش چهارم می تونه Honor and Awards باشه، افتخارات، جوایز، اینجور چیزا. یه تیکش رو اونجا گفتم، میتونید اینجا بنویسید، مثل همون دانشگاه دولتی اگه قبول شدید به عنوان tuition waiver اینجا میتونید اضافه کنید، نکته مثبتیه. اگه جزو دانشجوهای سمپاد و تیزهوشان و علامه‌علی و فرزانگان و اینا هستید، خیلی مهمه، اینجا میتونید بنویسید. اگه تو کنکور رتبه خاصی آوردید، یا حتی تو کلاستون، به نظرم میاد اینا رو میتونید بنویسید. ولی خب دیگه لیست خیلی اغراق کننده بلند بالایی ننویسید، یه چیزایی که به چشم بیاد به تعداد کافی. و بعد از اون یه بخش دیگه داریم به نام ریسرچ اینترست، علاقمندی های پژوهشی، که توش در واقع موضوعات علمیه مورد علاقتون رو می نویسید. اینجا هم دقیقا جزو همون هاست که باید ببینید کجا دارید اپلای می کنید و طبق اون آدمی که دارید اپلای می کنید اینا رو هم اونجوری بنویسید. بازم عرض می کنم، هم انتخاب این عبارات مهمه، هم ترتیبشون مهمه.
اینجا مثلا 4 تا خوبه، 5 تا خوبه، 6 تا خوبه، نه خیلی بیشتر، نه یه دونه فقط. موضوعات علمی اینا رو همه دارن، یعنی مثلا تو گوگل اسکالر برین شما، هر دانشمندی که اسمش اونجا هست زیر اسمش نوشته که من رو چیا کار میکنم. همون آدمی هم که داریم براش اپلای میکنید میتونید برین تو گوگل اسکالر پیداش کنید و ببینید اون رو چیا کار میکنه. میتونید اینجور تقلب کنید، دروغ ننویسید، ولی خودتون رو نشون بدین که تو اون فیلد دارین اپلای میکنید. از فرد قبلی رزومتون یا سی ویتون رو بردارید به ایشون اپلای کنید، ممکنید با دیدن همین عبارات ببینه شما به یه چیز دیگه علاقمندین در حالی که برای من اپلای کردید، همونجا درجا ریجکت میکنه. و همین دلیل باید اینا رو حتما کاستومایز کنید با سلیقه اون شخصی که دارین اپلای میکنید. ششمین بخش از سی وی مربوط به پابلیکیشن هاست، یعنی چیزایی که شما منتشر کردی. اگه تعدادشون زیاده بهتره که جدا کنید، جورنال پیپرها جدا، کنفرانس پیپرها جدا، بوکس کتاباتون جدا، بوک چپتراتون جدا. ولی اگه تعداد زیادی نیست و یکی دو تا سه تا، اینا رو بهتره همونجور در ادامه هم و قاطی بنویسید، دیگه نمیخواد جدا کنید و بعضی هم خالی بذارید، با هم بنویسید، کلا بنویسید پابلیکیشنز، بعد اینا رو بنویسید. تو خود جورنال ها وقتی دارین مینویسید، حتی تو بوک و اینجور چیزا، اونایی که چاپ شده باز میتونید اگه تعدادشون زیاده جدا بنویسید پابلیشت، اونایی که سابمیت شده بنویسید سابمیتد یا آندر ریویو، مثلا تحت داوری جلوش بنویسید، مثلا دو تام اینجا دارم. اونایی که دارین روش کار میکنین بعضی وقتا مهم میشه، وقتی کاملا دستتون خالیه یا اینی که دارین کار میکنین مرتبط با اون آدمه، میتونید اونا رو هم بنویسید. یا نه، اگه دیدین به اندازه کافی دارین اینا رو دیگه ننویسید. اگه بخواید بنویسید اونایی که دارین روش کار میکنین و هنوز جایی هم سابمیت نکردین، اینا رو میتونید بنویسید. ایمپرس، اینا رو هم به این شکل میتونید بنویسید. سعی کنید که وقتی یه چیزی مینویسید تو فرمت استاندارد بنویسید. فرمت استاندارد رو میتونید از جای مختلف در بیارید. حالا بخواید سریع انجام بدین، شبیه اونایی که تو گوگل اسکالر اگه برین یه پیپر رو پیدا کنید، یه دو تا ویرگول زیرش هست، اونو کلیک کنید، چند تا استاندارد نشون میده به شما. همون اولی رو کلیک کنید کپی میشه و همه رو طبق همون بنویسید. اینجوری خیلی بهتره. هشتمین قسمت از سی وی تون مربوط به پروژه هاست، پروژکت یا آکادمیک پروژکت. اینجا سعی کنید پروژه های دانشگاهی رو که توش دخیل بودید، نه لزوما شما مثلا همه کارش بودین، نه، اون پروژه هایی که شما توش دخیل بودین رو لیست کنید و توش بنویسید نقش شما چی بوده. حتی اگه بتونید عنوانش که نوشتید یه کوتاه هم بنویسید، یعنی یه توضیح دو سه خطی هم راجع به نقش خودتون تو اون پروژه و شاید قبلش یه خط معرفی پروژه هم بنویسید. خیلی مهمه و پروژه ها هم بهتر از مهمترین ها به اون کوچیک ها بنویسید. حتی پروژه های کوچیک رو هم میتونید بنویسید اون آخرش و خب حتما تاکید کنید که نقش شما تو این پروژه ها چی بوده. تا سی وی مربوط میشه به شرکت در سمینارها و ورکشاپ ها، اینا رو لیست کنید، بنویسید مشابه اونایی که سرچ میکنین میبینین دیگران چجوری نوشتن، کدوم دانشگاه، چه سالی، عنوانش چیه، اینا رو حتما بنویسید. تو ورکشاپ ها مثلا میتونید بنویسید چند روزه بوده اون. نهمین قسمت از سی وی مربوط میشه به تجربیات شما، اکسپریانسز، که اونجا میتونید باز دستبندی کنید، مثلا اونایی که مربوط به پژوهش بوده، ریسرچ بوده، اونا رو بنویسید. مثلا توی ریسرچ بنویسید آیا RA بودید، ریسرچ اسیستنت برای استادی بودید، یا توی آزمایشگاهی کار کردید، نقش شما چی بوده، اونا رو اونجا دقیق بنویسید لیست وار. یا تو تیچینگ، ریسرچ جدا، تیچینگ هم جدا، به عنوان تدریس تجربتون چی بوده، داشتین یا نداشتین، TA بودین برای بعضی کلاس ها یا نه، اینا رو بنویسید. تو این قسمت بعضی ها رو من دیدم خیلی اغراق میکنن، درست مینویسن ولی نباید اونجوری بنویسن. یه دفعه میبینی فقط یک صفحه برداشتن تو همه دوره های مختلف که تدریس کردن، تو این دانشگاه، تو
تو اون دانشگاه، تو اون دوره کاردانی، تو اون دانشگاه آزاد، همه اینا رو ترم به ترم یاد اصلا خیلی زیاد نوشتن. اینا بعضی وقتا دیده خیلی منفی میده. اینا رو باید مواظب باشیم، ولی به هر حال جاش اینجاست که بنویسیم. به خصوص اگه TA درس های خیلی خوبی بودین که اون درس ها مرتبط با این آدمیه که الان دارین اپلای میکنه. این خیلی مهمه که اینا رو بنویسیم. و بخش دیگه ای میتونه توی این قسمت اکسپریانس اضافه کنی به نام اینداستریال و اونجا تجربیاتی که تو صنعت داشتین رو بذارید. تو صنعت اگه همکاری کردید، کارهای صنعتی مختلف، اینجا جاشه که بنویسید و خودتون رو خوب معرفی کنید. بازم سعی کنید که اونایی که مرتبط تره بنویسید. اگه یه صنعتی کار کردید که به همین فیلد ها یه مقدار ارتباط داره، باز خیلی بهتره. اگه مرتبط نیست، من توصیه خواهم کرد که اونا رو اصلا ننویسید، اصلا نشون ندید، مگه به دلایل دیگه ای، مثلا برای پر کردن گپی که مثلا یک سال این وسط ممکن است شما بپرسن پس اون یک سال رو چیکار کردی، کجا بودی. میتونی اونجا اگه مجبور شدی بنویسی تو این شغل بودم اگرچه غیر مرتبط، ولی اینا رو هم سعی کنید ننویسید و نشون ندید، خیلی بهتره. پس اگه تجربیات ریسرچ، تیچینگ و اینداستریال مرتبط دارید، اینجا به این شکل با همین ترتیب بنویسید. دهمین بخش از CV مربوط میشه به مهارت‌ها یا سکیلز. مهارت‌های کامپیوتری، مهارت‌های مربوط به زبان و یا مهارت مربوط به دوره‌های خاصی که تو اون فیلد خودتون مهمه. سعی کنید که اونایی که اگه مثل همون توصیه که قبلا کردم، اگه چیزای خیلی اساسی و حرفه‌ای و مهمی رو بلدین و دارین می‌نویسین، دیگه اون چیزای ساده رو ننویسین. ولی اگه برعکس چیز خاصی اونجا ندارید، همون چیزای عادی رو بنویسید و یه مقدار کامل‌تر بشه. اینو قبلا هم خدمتتون گفته بودم. راجب زبان، حتما از زبان‌های خارجی شروع کنید. ننویسید فارسی، ترکی، زبان مادری، فارسی، نمیدونم اینا رو ننویسید، اینا رو آخر بنویسید. اول از انگلیسی شروع کنید. در واقع اکثر شما میخواین برای جاهای اپلای کنید که به زبان انگلیسی قرار بگیرید اونجا تحصیل کنید. تو همون هم بهتره که لیسنینگ رو جدا کنید، اسپیکینگ رو جدا کنید، رایتینگ رو جدا کنید. هر کدوم از مهارت‌های زبان انگلیسی رو جدا جدا بنویسید. حالا برای این میتونید یه گرافیکی شکل و شمالیلی هم بدین، مثلا از این باکس های مستطیلی بکشین، اینو 70% رو پر کنین که مثلا مکالمه هم 70% حدودا، اون یکی هم مثلا 60%، اون یکی 90%. اینجوری یه حالت گرافیکی هم میتونید بدین اینجور چیز اگه دارین سی وی اروپایی مینویسید. چیز دیگه ای که میشه گفت این که راجب زبان به خصوص اگه مدرکی، گواهی، نمره ای، چیزی از IELTS، تافلی چیزی دارید بنویسید. اگه ندارید، همین عددهایی که دارین تو اون باکس ها نسبت میدین به خودتون، این یه چیز تقریبی هم باشه فعلا اوکی. مهارت های دیگه ای هم اگه دارین بنویسید و این قسمت رو به این شکل تموم کنید. 11 قسمت CV مربوط میشه به عضویت هاتون، memberships، کجاها عضوید. میتونین بنویسین عضو فلان انجمن علمی، یه همچی چیزایی، جایی اگه عضوین، کارت عضویت دارین، گرچه نمیخواد اونجا مدرکی بدین، بیشتر منظور مجامع علمی اول که مرتبط هم باشه، اینا رو بنویسی. تو همون قسمت کارهای داوطلبانه و اینا رو هم میتونین آخرش بنویسی، volunteer works مثلا. به همین شکل عضو اگه مجامع اینجوری هم هستید، اینجا جاشه که بنویسی. قسمت بعدی یعنی 12 از CVتون میتونید به هابیز، به سرگرمی ها، به اینترست اختصاص بدید. اینجا غیر علمی مینویسید ولی میتونه نتایج علمی هم داشته باشه، میتونن اونجوری برداشت کنن. اینجا میتونی بنویسی من به کوهنوردی علاقه دارم، به فوتبال علاقه دارم، به شطرنج علاقه دارم، یا نه اصلا ورزش نه، به هنر علاقه دارم، به موزه علاقه دارم، به کتابخونی علاقه دارم، هر چیزی که دوست دارید اینجا بنویسید. گاهن اینا به درد نمیخوره و کسی به اینا دقت نمیکنه، چه موقع پذیرفتن شما، چه رد شما، اصلا به اینا دقتی نمیکنن بعضی وقتا. بعضی وقتا چرا مهم میشه، یعنی یه دفعه میبینید که استادتون هم به همون موزه علاقه داره، یا اینکه نه اصلا از موزه علاقه داشتن شما میفهمن که به فرهنگم علاقه دارید و برای اونا مهمه و
ببینید اینا ریزکاری زیاد داره. بعضی وقتا بعضی فاندهایی که میدن اصلا از طرف فرهنگ اونجاست، ادارات فرهنگ یا نمیدونم حالا اسمای مختلفی دارن. بعضی وقتا از اینا برداشتایی میکنن که به نفع شماست، یعنی بهتر اینا رو هم کامل بنویسید. یه دفعه میبینن شما عاشق کارهای تیمی هستید، مثلا با یه کار فوتبال یا بسکتبال اینا، این برداشت رو میکنن، میگن خب پس این آدم به درد ما میخوره. یا برعکس، شما یه چیزایی رو نوشتین، لیست کردین، اینجا دائما نشون میده شما شاید مستقل دارین رفتار میکنین، باز این ممکنه که خوب باشه یا بد باشه. پس بعضیا به این قسمت اصلا توجهی نمیکنن، بعضیا چرا میان از همینجا برداشتایی که میخوان و لازم دارن و استفاده میکنن ازش. قسمت آخر سی وی که حالا طبق همین ترتیب میشه بخش 13 مربوط به مراجع، رفرنس ها، اونایی که شما معرفی میکنید که اگه راجع به شما خواستن تحقیق بیشتری بکنن، توضیح بخوان، ریکامندیشن لتر بخوان، بعدن از اونا استفاده کنن. اولا توصیه میکنیم که حتما قبل از اینکه اونجا اسم استادی رو بنویسید، اول با خود استاد هماهنگ کنید، ازش اجازه بگیرید، چون واقعا بعضی وقتا اینا خیلی زیاد میشن و استادا اصلا نمیرسن جواب بدن، یا فراموش میکنن، یا اون ایمیلشون رو چک نمیکنن، اصلا یه شما برداشتی یه ایمیلی بهش دادید. به همین دلیل حتما قبلش باش هماهنگ کنید. اینکه یه استادی اصلا جواب ایمیل دانشگاه رو نده و شما رو تایید نکنه، اینا معانی بدی داره. شما گفتی که فلان استاد منو تایید خواهد کرد، دانشگاه بهش ایمیل میزنه و اون استاد اصلا جواب ایمیل رو نمیده، این نشون میده شما بدون اجازه ایشون نوشتید، یا اینکه ایشون تو رو دروایسی گفته اوکی و اصلا شما رو تایید نمیکنه، و اینا کلا به ضرر شماست. به همین دلیل شما حتما مطمئن بشید که استاد وقت و حوصله داره و شما رو واقعا تایید میکنه، و بعد اجازه که گرفتید میتونید اونجا اسمشو بنویسید. حالا بعضیا اینجوری مینویسن که اینجا رو، این صفحه رو جدا مینویسن، یه صفحه جدا مینویسن، شماره هم نمیزنن، رفرنس ها رو جدا مینویسن. میتونید این کارو بکنید. و یا بعضیا مینویسن که هیچ استادی رو اسمشو معرفی نمیکنن، فقط مینویسن که در صورت نیاز معرفی خواهم کرد. این هم روش خوبیه اگه خواستی، ولی خب به نظرم میاد که چند تا استاد مرتبط که دارین اپلای میکنید اونجا، اون شخص اگه بتونه این استادا رو بشناسه، یه نگاه کنه به فیلدشون، ببینه که اونا مرتبطن به فیلد ایشون، میفهمه که شما هم دانشجوی اونا هستید، این خیلی نکته مثبتی. اگه همچی چیزی پیش بیاد میتونید استاداتون رو معرفی کنید. توی رفرنس هم بهتره که اسم و اینا رو که می‌نویسید حتما افیلیشن بنویسید، ایمیلشون رو بنویسید، سعی کنید اینا دانشگاهی باشه، از جیمیل و یاهو و اینجور چیزا سعی کنید استفاده نکنید. یعنی بهتره که از استاداتون بخواید که ایمیل دانشگاهیشون رو بدن، حالا اگه نداشتن میتونید ایمیل های معمولی بدید. اینم از بخش آخر، یعنی رفرنس ها. امیدوارم که با اون توضیحات اولیه‌ای که راجع به کلیات سی وی نوشتن دادم و این 13 بخش مختلفی که برای نوشتن یک سی وی لازم بود جدا جدا توضیح دادم خدمتتون، بتونید یک سی وی بدون نقص بنویسید. بعدش این رو همراه با SOP، همراه با یک کاور لتر خوب، برای جای مختلف میتونید بفرستید و نتایج بهتری بگیرید. سعی کنید سی وی نوشتن رو جدی بگیرید و سرسری نگیرید، و بعدش میتونید نوشتید از استاداتون، از دوروبریاتون، از افراد با تجربه بخواین با صرف وقت کمتری سی وی شما رو ادیت کنن. موفق باشید.